22 تیر ماه 1397 خورشیدی و 13 ژوئیه 2018 میلادی. در امشب صفحه آخر ویدیویی میبینید از خرابی ها و خون های بجا مانده از حمله مغول به خوابگاه دانشجویان در 25 خرداد 88. حالا چرا این فیلمو الان نشون میدیم؟ چون اولا سالگشت اون رویداد، حالا امروز 22 تیر، سالگشت رویداد 25 خرداد، ما همیشه یه خود عقبیم از قضایا دیگه. حالا ثانیاً این فیلم تا حالا جایی منتشر نشده و انتشارش قطعاً به آرشیو اسناد تاریخ معاصر ایران یک سند تصویری دیگه اضافه میکنه. امشب همچنین میپردازیم به مشکل آب در ایران که حالا برق هم داره فراگیر میشه که میذاریم برای هفته های بعد این موضوع برق، ولی مشکل آب و به طور مشخص دلایل واقعی شور شدن، آلوده شدن آب و در خوزستان، خراسان، بوشهر و کمبود وحشتناک آب در مازندران و بلوچستان و مناطق دیگه. گفتن آب آشامیدنی خوزستان داره با اجرای طرح آبرسانی غدیر درست میشه. اینه که گفتن خبر از مازندران آمد که وضع آب وحشتناکه. فرداش از خراسان خبر اومد که آب آلوده غیر قابل استفاده شده. خبر استان بوشهر اومد که مردم علیه بیابی تظاهرات کردن، یه نفرم کشته شده در اثر تیراندازی ماموران نظام مقدس. میدونین یه جوری الان دیگه به نظر میاد که ایران شده یه تیکه پارچه پر از وصل پینه و پوسیده که هر وصلش وصله میزنی به هر جاییش پاره میشه، فرداش دوباره باید اونجا رو وصله بزنی، دوباره جای دیگه پاره میشه. صحبت میکنیم. حالا بریم تقدیمی این هفته به حجت الاسلام شهیدی، رئیس بنیاد شهید. سلام، من از کرج زنگ میزنم. میخواستم بگم یه خانواده شهیدی هستم. اینا برداشتنه سال 84 که این شهید بازنشسته شده، برداشتن سنوات شهیده که دادن، نصفش بنیاد شهید استان خوزستان به من داده، نصف دیگه شتی نداده، 8.5 میلیونه. من سال 90 فهمیدم، تهران اومدم سال 90، به هم گفتن که همچی اقدر بهت دادنه. من رفتم اهواز، اومدم رفتم، خلاصه اقدر نامه نگاری کن، اونا گفتن استان اون موقع بودجه‌ای بوده، پول دادیم به استان، چرا خرجش که استانم میگه ما این پول خرج کردیمه، الان نداریم بدیم، باید شما بدین. تهران نمیدون. نامه هم نوشتم به بیت رهبری، بیت رهبری هم میگه باید چی جوابش دادیم به بنیاد شهید. حالا برای جوابش هم یک ساله میرم بنیاد شهید کرج، میگن میرم بنیاد شهید تهران، میگن جواب، میگم بنیاد شهید خون، هر جا میرم جواب. من میخوام ببینم دیگه این حق شهید دیگه چیه که این بوده ایس بنیاد شهید میخوره و هیچی هم نمیگه. یعنی حتی نامه خود بنیاد قبول نداره، نامه استاناشونه، این رئیس بنیاد هایی که تعیین میکنه به جز رئیس بنیاد. پس چرا حداقل حق شهدا هم میخورن اینا؟ اینا خود میگن ما مدیون شهداییم. 25 خرداد 88، حمله به کوی دانشگاه ساعت 2:30 بعد از نصف شب. زبونم میگیره وقتی که از این فیلم صحبت میکنم، از صحنه های این فیلم صحبت میکنم، از اون جنایت که انجام شده. ببخشید، میبینین فیلم حالا؟ خیلی ها احتمالا نمیدونن که حمله به کوی دانشگاه تهران و خوابگاه چند دانشگاه بزرگ دیگه فقط در 18 تیر 78 اتفاق نیفتاد. شاید 18 تیر 78 به این دلیل بیشتر صحبتش میشه که در واقع هم تولد جنبش دانشجویی مستقل از کل جناح‌های حکومت بود و هم وحشیگری حکومت تو 18 تیر 78 مثال زدنی بود که کشید تو مجلس و باری. امشب ولی می‌خوایم ویدیویی رو نشونتون بدیم از 25 خرداد 88، 9 سال
بعد از اون جنایت هایی که سال 78 در کوی دانشگاه علیه دانشجوهایی که رفته بودن درس بخونن فارغ التحصیل بشن خدمت کنن به مردم و مملکتشون. یه توضیح بدم بعد ویدیو رو ببینین. سال 84 قبل از تشکیل دولت نهم به اصطلاح دولت اول احمدی نژاد، خامنه ای گفته بود که نظر احمدی نژاد به اون به من نزدیکتر است، نظر احمدی نژاد البته به من نزدیکتر است تا نظر آقای هاشمی رفسنجانی. سال 88 آمد تو دو تا سخنرانی برای صاف کردن اون گافی که قبل از دولت اول احمدی نژاد داده بود، گفت من یه دونه رأی دارم و به هیچ کس هم توصیه نمی کنم به کی رأی بده. ولی در 30 مهر ماه 89 محمد تقی رهبر امام جمعه اصفهان گفت، این حرفش رو براتون میخونم: در روزهای پیش از انتخابات دهم در سال 88 چهره های اصولگرا و حتی نماینده های ولی فقیه و ائمه جمعه در شهرهای مختلف به حمایت از احمدی نژاد پرداختند. یعنی دخالت خامنه ای از طریق شورای سیاستگذاری ائمه جمعه یکی از کانال هایی بوده که انجام شده بود که در سال 88. به هر حال هم برای مردم هم برای فعالان سیاسی روشن بود و هست حمایت خامنه ای از احمدی نژاد در اون دو دوره انتخابات و دو دولت و داستان ها. بعد از انتخابات هم نوارای ضبط شده از سخنرانی بعضی از فرماندهان سپاه منتشر شد که مهندسی انتخابات به نفع احمدی نژاد رو توضیح میدادند، که حالا اینها بحث این برنامه نیست، منم نمیخوام برگردم به جزئیات چیزایی که بارها منتشر شده و پخش شده و شما در جریانی. مهم پیامدهای اون انتخابات سال 88. 4 نفر شورای نگهبان برای انتخابات تعیین صلاحیت کرده بود: محسن رضایی و احمدی نژاد و کروبی و میرحسین موسوی. 22 خرداد 88 انتخابات برگزار شد، وقتی ناباورانه اعلام شد که احمدی نژاد با فاصله زیاد بر میرحسین موسوی پیروز شده، علی‌رغم واقعیت که همه دیده بودن تا لحظه انتخابات، که حتی بهتون بگم ستادهای انتخاباتی محمود احمدی نژاد در 18 خرداد 88 اعلام کردن که پیوستن به موسوی. در این حد، یعنی میگم نمیخوایم درباره جزئیات صحبت کنیم. به هر حال وقتی اعلام شد که احمدی نژاد پیروز شده با نمیدونم چند میلیون رای، مردم ریختن تو خیابون. 3 روز پی در پی از 23 تا 25 خرداد تو خیابون بودن. در روز 25 خرداد حدود 3 میلیون نفر در راهپیمایی بزرگی در خیابون‌های مرکزی تهران از میدان امام حسین تا میدان آزادی شرکت کردند که گفتن بزرگترین راهپیمایی ضد حکومتی از زمان انقلاب 57 بوده است. آخر راهپیمایی وقتی که جمعیت رسید به میدان آزادی، بستنشون به گلوله، عده‌ای از مردم کشته شدن، عده‌ای زخمی، عده بیشتری زخمی شدن و بامداد همون روز با حمله گارد ویژه نیروی انتظامی و انصار حزب الله به کوی دانشگاه تهران و سایر دانشگاه‌های دی از دانشجویان رو کشتند و بیش از 100 دانشجو زخمی شدند. یکی از دانشجوهای بسیجی، برای اینکه ابعاد جنایت رو بدونین، من خاطرات یکی از دانشجوهای بسیجی رو براتون میخونم یه تیکشو. اون شب بامداد 25 خرداد از ترس خواب ما نمی برد. ساعت حدود 2:30 بود، 2:30 وزن شب. دیگه می شد حد زد که می ریزن توی کوی، ولی من خیلی خوشبین بودم. یاد صحبت‌های رهبری در حوادث کوی 78 افتادم که به حادثه کوی اعتراض کردند. گفتم دیگر مرتکب اشتباه نمی شوند. چراغ‌ها رو خاموش کردیم و خوابیدیم. من بودم و 2 تا از هم اتاقی‌هایم، صالح و علیرضا. تمام بدنم داشت می لرزید. چند دقیقه بیشتر نگذشت که دیدیم سر و صدا بلند شد. چند نفر از بچه‌ها داد می‌زدند، ریختن توی کوی. وحشت زده از جا بلند شدیم. از پنجره نگاه کردیم، دیدیم نیروهای یگان ویژه باتون به دست دارن به سمت ساختمان ما میآیند. داد می‌زدند و با باتون به در می‌کوبیدند. در قفل بود. علیرضا وحشت زده یخچال را جلوی در انداخت.
اما یک نفر با لگد در را باز کرد. تخت من نزدیک در بود. دو دستی باتوم را بالا آورد و با فریاد میخواست توی سرم بزند. من در حالی که قرآن در بغلم بود داد زدم و گفتم به خدا من بسیجی هستم و عکس بزرگ آقا را که روی کمدم بود نشانش دادم. اون لحظه نزد، ولی با وحشیگری آینه بزرگ اتاق را شکست و گفت برید بیرون. همزمان صدای نعره کشیدن و شکستن در و شیشه ها از اتاقهای دیگر هم می آمد. دو سه نفر لباس شخصی هم آمدند و بدون اینکه اجازه بدهند حرفی بزنیم از اتاق بیرونمان کردند. توی راهروی ساختمان چند نفر با باتون ما را کتک زدند. جلوی در ساختمان هم 5-6 نفر ایستاده بودند و همزمان از روبرو توی سر و صورتمان می زدند. دوباره ما را جلوی در ساختمان روی زمین خواباندند و با همه توانشان می زدند. اون روز روز مادر بود و دردناکترین لحظه وقتی بود که به مادرانمان فحش میدادند. میگفتند موسوید کو، چرا به دادت نمیرسه؟ شال سبزت کو، کروبی کجاست که به دادت برسه؟ همانجا یک ضربه خیلی محکم به کمرم زدند که واقعا احساس کردم دیگر کارم تمام شد. نفسم بالا نمی آمد. جرأت نمی کردیم تکان بخوریم. بعد از اینکه حسابی زدند همه را به صف کرده و به بیرون کوی بردند. همینجور که در داخل صف بودیم بعضی ها را بی هوا می زدند. همان موقع یکی از آنها که با لباس شخصی بود و دو ماه بعد که برای تحویل گرفتن موبایلم رفتم دیدم از برادران نیروی انتظامی است و خیلی راحت به کارش مشغول است، بدون هیچ دلیل خاصی و بی مقدمه پایه یک صندلی شکسته را برداشت و چنان به سر صالح کوبید که تمام سر و صورتش پر از خون شد. علیرضا هم لبش پاره شده بود و تمام بدنش با خون یکی شده بود. همه این ماجراها در یک ساعت اتفاق میفته، فقط یک ساعت، از 2:30 تا 3:30 بعد از نیمه شب. مغول حمله میکرد، نتیجهش این نبود تو یک ساعت که تو این فیلم داریم میبینیم که 3 ساعت بعد از حمله به کوی دانشگاه گرفته شده. اینجا خوابگاه کوی دانشگاه پسران، میدان مرکزی. حرکت میکنیم به سمت کتابخانه و سایت مرکز. الان ساعت 6:20 صبح 25 خرداد سال 1388 در اوان امتحانات. بله، بنابر من قانونی خونه؟ آره خونه ما. اینجا رو اینا شاهکارگاه برادران عزیز بیناموس شده است. اینجا کفشش هم افتاده و برعکسش گرفتن. اینا خونه سجاده فکر کنم. یاسه اوه اینا تازه است. آره بابا، کتابخانه شهید دکتر مفتح. نه از تلفات بسیار اندکیست که این عزیزان به ما فهمید کرده. این قسمت قسمت فروش لوازم کامپیوتریش بوده. صدای بسیجی از انسان و بسیجی هم خودشون از انسان جدا کردن تا یک قطنامه. یعنی بسیجی نبود؟ بسیجی نبود. یعنی بسیجی هم خودشون کشیدن کنار. یعنی بله، من لیز هم میخورم واقعا در اینجا. خونها رو ببین یاسه، نگاه کن چقدر این بدبه خون داشته که من سفیده که میزرده. آشان عزیز لطفا نظافت رو بیاره. این هم از نظافت دستگاه خودتر دست. پولاش معلوم نیست چی شده. حتی ما نمیخوام تهمت بزنیم به این عزیزان، ولی یحتمل دوزیدن کار دانشجویان نیست. تعجب نکنیم کار اون عزیزان بیناموز. کتابخانه چیزی؟ نه، از دستشویی طبقه اول
و این هم از آسانسور طبقه اول. این آسانسور اصلی و این آسانسور قاطی کرده آسانسور دمت کرد اینقدر زدن این آسانسور. این آسانسور چجوری شکنه؟ این هم مرکز کتاب های کتاب خانه دانشگاه، کتاب های کوی دانشگاه. این واحد فرهنگیه کامپیوترهاش، کتاباش هم نگیم. این هم از قفسه های کتاب، قفسه ها به این شکل نیست، ایستاده بودن. آقا بیا کنار تو فیلم هم نه بابا میگم بیا کنار اینم لپتاپ این اتاق بخش های اصلی رو جدا کردم عزیزان. ولی امکانات فراوانه که برادران یگان ویژه به ما دادن. اینجا رو یه خونه رو بطوری کشوندن از بالا بچه ها رو کشوندن آوردن تا پایین. بعد بطه هایی که نصف شبی درس میکنن اینجا نیمدن درگیری مثلا بچه های بیگناه. نه از شیشه های این طبقه من برادران عزیز یگان ویژه درم بازو باز کرد جای پاش جای پاش شده که شاید یکی دوی دستشویی بودن با من بیایی برادران جزوهای بچه ها که دوی دستشوییه دستش اینجا زمانه اما اینجا رو بایی اینجا رو بایی از ترسش یا پدر مادر همه خونه همه اینا تصادق واقعی بالا 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 جای دست اون بدبخت میده پایم شده بود نه وضعیت خیابون های کوی بچه هایی که شب میخواستن توی میدون بخواهن شدن امان بشن ما خوابگاه شما آقای پنج توی شما وعدش داده بودی از در اصلش آزادی و دموکراسی که وعده شده بوده در کوی ملاحظه میشه دادگاهی نمیشته بعد با این امنیت امتحان پاورز است با این وضعیت زندگی داده که امتحان ما کماف سابق است. بله فیلم پخش نشده ای بود از 25 خرداد 88 حمله نیروی انتظامی گردان یگان ویژه نیروی انتظامی انصار حزب الله به کوی دانشگاه تهران خوابگاه دانشجویان ساعت 2 بعد از نصف شب. این که فرمانده وقت نیروی انتظامی رجب زاده دستور حمله به کوی دانشگاه رو داد، این که انصار حزب الله و پلیس هر دو با دستور بالاتر این جنایت رو کردن، یا فرهاد رهبر رئیس وقت دانشگاه تهران گفت بیاین بریزین نصف شب دانشجوها رو که فردا صبح امتحان دارن از رخت خواب بکشین بیرون و این بلاها رو سرشون بیارین و ببرینشون تو زیرزمین وزارت کشور به عنوان بازداشتگاه، یا هر کی دیگه دستش تو کار بوده، چقدر مهمه
همه کسایی که صاحب منصب و مسئولن تو این نظام روی خون این بچه ها دارن حکومت میکنن. این جنایت کل نظام جمهوری اسلامی ایران بوده، یکی از جنایت هاش. خب و اما در 10 سال گذشته دست کم، به ویژه در 3 سال گذشته، مدام هشدار داده میشده است که آب آشامیدنی در استانهای مرکزی و جنوبی ایران داره به سرعت شور میشه. یکی دو تا نمونه براتون بخونم. 20 مرداد 94، مدیر مرکز ملی تحقیقات شوری استان یزد با بیان اینکه 80% آب‌های استان یزد شور است، افزود شوری آب در انتهای دشت‌های استان حتی از آب دریای خلیج فارس هم بیشتر است. 16 آبان 96 کارشناس منابع آب وزارت نیرو با بیان اینکه آب آشامیدنی کرمانی‌ها، یزدی‌ها، خراسانی‌ها، کاشانی‌ها شور و تلخ شده است، گفت افت کیفیت آب شرب به سادگی قابل بازگشت نیست و سالهای سال زمان میطلبد. یه گزارش حکومتی ببینین از شوری آب در استان خوزستان، 10 تیر ماه 97. اواخر سال 96 ایسی یا همان شوری آب به 3000 میکرومز رسید. این روند رو به افزایش بود تا اینکه در خرداد 97 به اوج شوری یعنی 19000 میکرومز سر گذاشت. میانگین سالانه ایسی رو اگر ما بخوایم توجه بکنیم، 2 سال پیش میانگین سالانه این ماه 2000 بود، پارسال 3000 بود، امسال به 11000 رسیده و امروز هم ما ایسی 16000 تجربه کردیم. شوری زیاد موجب شد تا آب موجود در لوله ها به وضوح نمک ببندد. حالا میتونیم غذا درست میکنیم، خیلی آب شوره، مریض میشیم. بسیاری از مسئولان طرف حساب از سازمان آب و برق و آبفا گرفته تا فرمانداری ها اولین علت را کاهش آبهای جاری و خشکسالی بی سابقه میدانند و در رده های بعدی برداشت زیاد در بالا دست برای نیشکر و پرورش ماهی، طرحی که موجب شد جریان آب دریا معکوس شود. ببینین اینجا میگه کاهش، علت چیه؟ میگه کاهش آب‌های جاری و خشکسالی و برداشت زیاد در بالادست. خب یه گزارش حکومتی دیگه ببینین از شور شدن آب خوزستان، 7 تیر 97. آب رودخانه‌های کارون و بهمنشیر یکی از منابع اصلی آب آشامیدنی در شهرهای خرمشهر و آبادان است. با کم شدن آب این رودخانه‌ها در اثر خشکسالی‌های اخیر، آب شور دریا در آب شیرین رودخانه ها پیشروی کرده و باعث شور شدن آب لوله کشی در این شهرها شده است. شوری آب در این دو شهر حدوداً 10 برابر مقدار طبیعی است. ساکنان این شهرها میگویند حتی امکان حمام کردن و وضو گرفتن با این آب را ندارند. ببینین اینجا میگه که کم شدن آب شیرین رودخانه ها در اثر خشکسالی، آب شور دریا در این رودخانه‌ها پیشروی کرده و بلا بلا غیره و غیره. اینجام یعنی صدا و سیمای رهبر معظم نمیخواد اشاره‌ای به سد گتوند بکنه، سدی که نمک رو رها کرد توی رود کارون. عیسی کلانتری رئیس سازمان محیط زیست کشور در یک مصاحبه خبرنگار سوال میکنه ازش، میگه زمانی که در دهه 70 دوره رفسنجانی کار مطالعاتی روی سد گتوند انجام شد، چرا کسی نگفت که منطقه دارای کوههای نمکی است که ممکن است با ساخت سد نمک وارد آب شود و آب شیرین تبدیل به آب شور شود؟ جواب آقای کلانتری: کار مطالعات سد گتوند 15 کیلومتر بالاتر از محل فعلی آن بود و اصلا قرار نبود سد در محل فعلی ساخته شود. سوال: یعنی کسی آن کوههای نمک را ندید؟ جواب: تصورشان این بود که می توانند کوههای نمک را با یک پتوی رسی بپوشانند و اجازه ندهند نمک وارد آب شود. رس را کوبیدند و با آن سدی در مقابل کوههای نمک ساختند تا مانع نفوذ نمک در آب شوند. با نخستین آبگیری در سد هم رس در آب حل شد و نمک وارد آب شیرین شد و آن را تبدیل به آب شور غیر قابل استفاده کرد. مهمترین دلیل این اتفاق هم این است که آب در داخل سد راکد است و هرچه زمان می گذرد نمک فرصت بیشتری برای حل شدن در آب دارد، اما اگر آب روان بود این اتفاق نمی افتاد و نهایتا تبدیل به کارون چند سال قبل می شد. یعنی میگه ما اگه می کردیم خوب بود، اینا که کردن.
اینجوری شد. سد گتوند قرار بود دوره رفسنجانی عرض کردم زده بشه، دوره احمدی نژاد با یه فاصله 15 کیلومتری از محل تعیین شده قبلی زده شد. تنها 3 روز بعد از آبگیری سد، آب پوشش روسی پیشبینی شده بر روی کوه نمک را شست و این پوشش ناگهان به ارتفاع 7 متر نشست کرد و تخریب شد. رویدادی که بزرگترین و مهمترین رودخانه کشور را با چالشی جدی مواجه کرد. سد گتوند رو ساختن، آب شیرین کارون رو شور کردن. امروز خوزستان داره ویران میشه. 2/3 اراضی خوزستان زیر سد گتونده که سالیانه 8 تا 10 تن نمک اضافی وارد خاک‌ها میکنه. قبل از ساختن سد گتوند نبود. و اینا جنایت‌هایی است که تو این سرزمین اتفاق افتاده. نخهای بی سر حاشیه اربند همه ما را یاد جنگ تحمیلی می اندازد. اما این گورستان نخ را جنگ به وجود نیاورده است. این شور شدن آب است که طی 10 سال گذشته بیش از 1 میلیون نخ را پیش چشم کشاورزان منطقه در روندی آرام و تدریجی به کام مرگ فرستاده است. شوری که به خاطر به هم خوردن تعادل آب رود و آب دریا درست شده و علت آن احداث تعداد زیادی سد روی رودخانه کاروم است. بله، در خدمت آقای دکتر ناصر کرمی هستیم، اقلیم شناس و استاد دانشگاه در نروژ. خوش آمدید آقای دکتر کرمی به برنامه صفحه آخر. قبل از اینکه بپردازیم به در واقع دلیل و دلایل جامع این مشکلاتی که هست از جمله شوری آب، یک سوال، یعنی چند تا سوال خورد هست در واقع توی این گزارش هایی که دیدیم، که توی یکی از این گزارش ها آمده بود که آب آشامیدنی مردم خوزستان رو کارون و بهمنشیر می دادن و بعد خب چه بلای سر کارون و بهمنشیر اومد و چرا؟ بله، من سلام عرض میکنم خدمت شما و بینم. خب ماجرای کارون، بهمنشیر، کرخه، یعنی مجموع 19 تا رودخانه بزرگ به واقع است توی خوزستان میگذره که 70% آب شرب خوزستان رو این 19 تا رودخانه میدن. الان ماجرایی که رخ داده اینه که حالا گذشته از عوامل جنگی، یعنی مثلا این سد گتوند که شما اشاره کردید یا بحث اون مجتمعهای نیشکر که تاثیر داره قطعا در افت کیفیت آب در به طور کلی توی کارون و خوزستان، اما نکته اینه که این رودخانه ها به طور متوسط 20-30% حجم تاریخی خودشون هستند. به 2 دلیل، یکی تغییر اقلیم، کاهش بارش، اما دلیل بزرگتر و دلیل اصلی تر اضافه برداشت هست در بالادست. این باعث میشه که، یعنی اون منبعی که 70% آب خوزستانی ها رو تامین کرده الان به 20% حجم سابق رسیده. این اثرش فقط این نیست که مثلا شما به صورت کمی آب در دسترستون کم باشه، یک اثر دیگه ای هم داره که اون 20% که آب توی رودخونه است به واسطه افتی که پیدا میکنه مشخصا توی کارون و بهمنشیر رخ داده. توی اون مصب رود که میرسه به خلیج فارس، چون که رود کمتر حجمش اومده پایین، این دفعه از خلیج فارس آب میاد توی رودخانه. همون جایی که بعد آب برداشت بشه برای آب شرب شهروندان، حجم عملا اون حجم آبی که وارد اون سیستم تصفیه آب شهری میشده از خلیج فارس بیشتر بوده تا از کارون. در نتیجه همین شد که از اتحادیه هم فرمودیم دیگه، آبی که اولا توی لوله‌ها جریان داشت به اندازه آب دریا شور بود. سپاسگزارم ازتون. صدای دکتر کرمی یک مقدار، یعنی بمی صداشون مثل شوری آب خوزستان شده. این کاملا واضح قابل شنیدن نیست. امیدوارم که شما بینندگان عزیز بهتر از من بشنوین صداشون رو، یا اینکه از نظر فنی ما بتونیم تا آخر برنامه کاری بکنیم که این آب یه مقدار شیرین بشه.
نیمه تیر ماه اعلام شد که آبرسانی آزمایشی طرح قدیر برای رسوندن آب شیرین کرخه به آبادان و خرمشهر انجام شده. یه ویدیو ببینیم برگردیم. خبرسازترین قسمت از بزرگترین طرح آبرسانی کشور موسوم به قدیر در ایستگاه آخر. این خط 90 کیلومتری که آب کرخه را از ایستگاه امدبس هویزه به شبکه آبرسانی آبادان و خرمشهر منتقل می کند، حالا دیگر تقریبا به خط پایان رسیده. کاری سخت و پیچیده که موانع زیادی راهش را سد می کرد. انتقال آب شیرین برای مردم 900 میلیارد تومان آب خورده و 2000 نیروی ماهر را پای کار آورده. میشه به جرأت گفت که رکورددار این پروژه. به همت همه فرزندان این مرز و بوم، اعتبار مالی که تامینش برای هر طرحی سخت است، اما اینجا بالاخره شد و حالا هم شمارش معکوس برای بهره برداریش آغاز شده. خب من نفهمیدم البته منظور از رکورددار بودن پروژه قدیر چیه، ولی یه نکته بسیار مهم تو همین ویدیویی که دیدین، منت میذارن که انتقال آب شیرین برای مردم 900 میلیارد تومان آب خورده. سد گتفند که آب کارون رو شور کرد بالای 4000 میلیارد تومان آب خورد. شما نزدیک 4 برابر این پول رو خرج کردین که آب رو شور کنین، حالا دارین منت میذارین که 1/4 دارین خرج میکنین که آب رو شیرین کنین. گیر کیا افتادن واقعا مردم بدبخت. حالا این طرح قدیر بعد از این همه سر و صدا و اینها به کجا رسیده؟ 14 تیر 97 ایستگاه طرح آبرسانی قدیر به عنوان بزرگترین طرح آبرسانی کشور بامداد پنجشنبه 14 تیر ماه با حضور رضا اردکانیان وزیر نیرو و فلان و بهمان افتتاح شد. بعد 16 تیر ماه ایسنا از قول استاندار خوزستان نوشت با اجرای این طرح برداشت از رودخانه کارون و بهمنشیر برای تأمین آبادان و خرمشهر به تدریج به حداقل میرسد تا شاهد بهبود کیفی آب در این شهرها باشیم. به تدریج. خب چند روز بعد از تشدید مشکل آب در خوزستان به ویژه در آبادان و خرمشهر و بهره برداری از پروژه آبرسانی در این منطقه، شهروندان این استان جنوبی میگویند کیفیت آب بهبود پیدا کرده، ولی اولا هنوز با کیفیت مطلوب فاصله دارد و ثانیا مشکل کم آبی و کاهش فشار آب در لوله کشی منازل همچنان ادامه دارد. طرح آبرسانی قدیر. طرح به نقطه پایان نرسیده، آب حسابی شور می شود. صورتمون می خواهیم بشوریم، چشامون کور می شود. آب لوله کشی اصلا نمی شه استفاده کرد. از 150 تانکر در شهر و روستاها آب شیرین توزیع می کنند. نسبت به قبل که هم شور بود هم تلخ بود هم از آب برگشته. اما 79 روستا با 4 میلیون نفر نخل و 700 هزار رست دام و طیور همچنان در انتظار آب شیرینند. خواهش میکنم تمنا نمیکنم یا کاری بکنه که آب به نخیلات برسونه. در آبادان و همچنین در خرمشهر کشاورزی مردم و دامداری مردم مورد تهدید جدی واقع شده. خیلی ها سرمایهشون دامشون بوده، دامشون از بین رفته. آقای دکتر، طرح قدیر، همین آبرسانی قدیر، حالا 1 و 2 و 3 هرچی، چقدر چاره کاره؟ یعنی میتونه طرح قدیر مشکل آب شرب خرمشهر و آبادان رو حل بکنه، چون اساسا آب تامین آب شرب برای جایی مثل جرگه خوزستان که عرض کردم خدمتون، یعنی جرگه خوزستان در شمال و سمت شرق توسط کوهستان بلند زاگرس، اونم زاگرس مرتفع ترین جای زاگرس بوده، 4000 متر ارتفاع داره و میتونه منبع دائمی تامین آب باشه. خود زاگرس در سمت شرق. از اون طرف هم من عرض کردم 19 تا رودخانه، یعنی رود کرخه طولانی ترین رود ایران است، مشهور به نایل ایران، یا رود کارون که به روزگاری گذشته پرآبترین رودخانه ایران بوده و تنها رودخانه قابل کشتیرانی ایران بوده. یه همچین جای قاعدتا مردم نباید مشکل آب شرب داشته باشن. و حالا خود خلیج فارس هم در پایین، به هر حال شیرینسازی آب دریا اصلا پروژه پیچیده‌ای نیست، ما خب سال‌هاست این کار رو در خود ایران داریم انجام میدیم. من فکر می‌کنم اینکه
این مشکلات بروز کرد بیشتر از اینکه حالا بگیم به موضوع تغییر اقلیم بوده یا بحث نمیدونم کمبود آب بوده یا این بحث بلند مدتی که ما در مورد به اصطلاح مدیریت مصرف منابع آب داریم، بیشتر برمیگرده به فرسودگی زیرساختا و ناکارآمدی سیستم مدیریتی. یعنی خود این پروژه قدیر اینجور که من توی اخبار دیدم ماها قبل باید افتتاح میشده و اگر افتتاح میشد ماها قبل طبق اون پروژه‌ای که داشتن هرگز شاید این مشکلات بروز نمی‌کرد. به هر حال من فکر می‌کنم که برای یک جایی مثل خوزستان، میگید خوزستان یک جایی مثل سیستان و برای مثلا سیستان نیست که 700 کیلومتر از دریای عمان دوره و تقریبا هیچ رودخانه دیگه نزدیکش نیست، دون رودخانه هیرمند اون برای که خوب افغانستان افغان‌ها میتونن جلوشو بگیرن، یا کرمان نیست یا یزد نیست، خوزستان عوض کردن، رودخانه‌های متعدد نزدیکی به دریا در جوار کوهستان میتونن آب شرب خوزستان رو با کارآمدی بیشتر با سرمایه‌گذاری بیشتر قطعا تامین بکنن. یعنی همین طرح قدیری که با توجه به همین حد آگاهی که از در واقع چیزایی که خودشون منتشر میکنن و ما داریم و ای بسا اطلاعات فنی و شاید خبری بیشتری شما داشته باشین، آیا همین طرح قدیری که داره انجام میشه همینو میفرمایید که این میتونه جواب بده؟ یعنی تدریجن که میگن، چون الان هم در گزارشایی که داریم میبینیم آب اولا هنوز به مرحله مطلوب نرسیده، ثانیاً در بعضی مناطق شهری در آبادان، به ویژه در آبادان و خرمشهر، هنوز این طرح پوشش داده نشده، یعنی آب هنوز به همون کماف سابق شوره. این حالا عرض کردم با توجه به اطلاعات و آگاهی که هست، فکر میکنید همین طرحی که میتواند واقعا ماجرای آب شور در استان خوزستان رو حل بکنه؟ و اگر آری چقدر طول میکشه تا به این مرحله برسه؟ چنان فلاحتی بینید با هیچ کدوم از این پروژه های مهندسی نمیشه گفت در دراز مدت و برای همیشه مشکل آب خوزستان آب شرب حل میشه، چون یک مسابقه مصرف وجود داره که روز به روز مردم دارن بیشتر مصرف میکنن و اون منابع اصلی تامین آب، چون به هر حال یک منابع مشخص و ثابته، این منابع میلیون ها سال حجمشون همینه و کمتر شده اما بیشتر نشده، اما مصرف روز به روز افزایش پیدا میکنه. ما الان توی تیر ماه هستیم، یعنی در اون پیک مصرف آب. خب یه ذره جلوتر بریم و مصرف آب کمتر میشه، حالا طبق اون، حالا من اون عدد و رقمی که توی حالا اخبار میبینم منتشر میشه، پروژه قدیر در کوتاه مدت میتونه مشکل خرمشهر آبادان و اون بخش جنوبی خوزستان رو حل بکنه، ولی چه بسا با این روند مصرفی که وجود داره و این مشکلاتی که وجود داره سال آینده بگیم که خب این پروژه هم کافی نیست، حالا باید بریم سراغ پروژه دیگه. نکته همین است که همین پروژه قدیر باز اینجور پروژه انتقال آب هست، یعنی در اون حوزه‌ای هست، ولی به هر حال آب رو از یه جای دیگه خوزستان داره میبره به یه جای دیگه خوزستان، برای جای مشکل ایجاد میکنه که مشکل جای دیگری رو حل بکنه. اینها در دراز مدت در ما نیست و در دراز مدت باز مشکلات میبینیم، موجهای بعدی شاید حتی بزرگتر از این موج کنونی این مشکلات آب باشن. ببینین حالا در مورد دلایل شوری آب و چرا به اینجا رسید، شما یه اشاره کوتاهی کردین، اجازه بدید من یه خبر بخونم و بعد بپردازیم به این موضوع. 20 تیر ماه 97 همین دو روز پیش مدیر عامل آب منطقه‌ای استان مازندران گفت طی 10 سال اخیر کیفیت آبها تغییر کرده و شوری سفره‌های آب زیرزمینی مازندران را تهدید می‌کند. یعنی شور شدن آب در ایران، نابودی کشاورزی، و تو شمال ایران هم باید انتظار شور شدن آب آشامیدنی رو داشت. یعنی این پدیده داره همه ایران رو در بر می‌گیره. چرا آقای دکتر کرمی؟ جناب فلاحتی، آب یک کالای اکولوژیکه، لزوماً این آب برای مصرف انسان به عنوان کالای اقتصادی در خدمت انسان خلق نشده. شما که اضافه برداشت دارید از سفره‌های آب زیرزمینی یک سری عوارض جانبی ممکنه رخ بده، مثلا یکیش این است که شما به هر حال آب یه جوری نگهدارنده بافت طبیعی زمین است، این فرونشست زمین رخ میده که الان می‌بینیم فرونشست زمین در نیمی از دشت‌های ایران به یک بحران تبدیل شده. فرونشست زمین گفته میشه توی منطقه مرودشت حتی ممکنه باعث بروز آسیب برای تخت جمشید بشه، یعنی اصلا ستون‌ها فرو بریزن از اون پایین زیر زمین خالی بشه. اصلا اگر یک همچین خبری فردا منتشر بشه خیلی نباید تعجب کرد. یکی دیگر هم این است که ممکنه شما سفره‌های آب زیرزمینی رو
بیشتر از استاندارد به اصطلاح بهره برداری میکنید، این سفره ها توسط سفره هایی با جنس دیگری از آب جایگزین میشن، یعنی به اصطلاح لبشور میشن. یک آب شیرین جای خودش رو در اون لایه های زیری به آب شور میده، بعد این سفره چون آب شور نفوذ میکنه توش دیگه هم هرگز نخواهد تونست حتی با تغییر شرایط هم به حالت شیرین قبل برگرده و برای همیشه شور میشه. این جور یعنی ما که میگیم به کمبود آب، فقط که بحثی نیست که از نظر فیزیکی آب کم میشه، این است که کمبود آب بشه با این روش های نادرست بهره برداری ما میخوایم جایگزین بکنیم و خیلی کمبود آب رو حل بکنیم، آثار اکولوژیک برگشت ناپذیر توی چشمنداز باقی میذاریم، همین شور شدن سفره های آب زیرزمینی یا فرو نشست زمین و یا موارد این شکلی. آقای دکتر کرمی، شما اکولوژیست ها خیلی نرمین و معمولا کسی رو متهم نمی کنین و همیشه میگین همه تقصیر دارن در اینکه این زمین خلاصه زمین زیر پاشون رو دارن نابود میکنن و زندگیشون رو نابود میکنن. ما روزنامه‌نگاران معمولا دنبال مقصر میگردیم. من میخوام این سوال از خدمتتون بکنم که چه عواملی، یه نگاه جامع خواهش میکنم، تو جزئیات کمتر بگین، چه عواملی اولا باعث شده که به یه همچین جهنمی دوچار بشه ایران امروز در مورد آب، و مسئول این کار کیه؟ منظورم اینه که میتونیم هر عاملی رو مثال بزنیم و به هر حال من بگوشم، خواهش میکنم. من اگه بخوام به طور مشخص یک دلیل مشخص رو بگم، چون به هر حال مؤلفه های مختلفیه، حالا شما گفتید من خیلی متمرکزم روی موضوع اصلی. به ما از 100 سال پیش در ایران روال توسعه در ایران توسعه ناپایدار بود، یعنی ما یک زیست منطبق شده بر شرایط اکولوژیک و اقلیمی رو کنار گذاشتیم، زیست دیگری رو آوردیم جایگزین کردیم که مناسب ظرفیت طبیعی و اکولوژیک این سرزمین نبود. حالا این در سطح کلان، اما به صورت مشخص ما یک پروژه مشخصی داشتیم که این از ابتدای انقلاب شروع شد تحت عنوان همین خودکفایی در کشاورزی. ما از 7000 سال پیش تا قبل از انقلاب مقدار مشخصی زمین کشاورزی داشتیم، منظور کشت آبی. خب این بعد از انقلاب حداقل 2 برابر بنا به بعضی روایت‌ها و نقشه و اینا حتی 4 برابر، یعنی از 2 میلیون هکتار به حدود 8 میلیون هکتار این افزایش پیدا کرد. مثلا چاه 40000 هکتار بود بعد از انقلاب شد، ببخشید چاه 40000 حلقه چاه بود بعد از انقلاب شد 1 میلیون حلقه چاه، از 40000 به 1 میلیون. یا تعداد سدها که کمتر از 50 تا بود بعد شد نزدیک حدود 1000 تا سد. همه اینها برای اجرای پروژه مشخصی بود تحت عنوان خودکفایی در کشاورزی که حتی همین الان هم جزء اصول و دکترین جمهوری اسلامی است، یعنی در برنامه ششم جزء اصول هست بحث خودکفایی در کشاورزی. این پروژه مشخص به نظر من دلیل اصلی خشکاندن ایران بوده، یعنی ما الان اون بحرانی که داریم، بحران آب کوچیک میکنه مسئله رو، بحران محیط زیست کوچیک میکنه مسئله رو، ما ایران را تعمدن خشکانده ایم. مهمترین عاملی که باعث خشکاندن ایران بود این طرح خودکفایی کشاورزی بود. حالا باید گشت چه کسانی طرح پیشنهاد کردن، چه کسانی پیگیری کردن و چه کسانی هنوز به اصطلاح مدعی اند که این میتونه ادامه پیدا بکنه. حالا یک موضوع دیگه، مسئله خشکسالی که باز اشاره کردین تو صحبتاتون، شما به عنوان دلیلی بر اوضاع امروز گاه گفته میشه. اجازه بدین من یک مختصری درباره این برای نمونه به داستان سیستان و بلوچستان بپردازم. سیستان و بلوچستان، سرزمینی که روزی انبار قلی ایران نام گرفته بود، امروز بر اثر خشکسالی‌های طولانی و خاک و غبار برخواسته از زمین تشنه به بیابانی رو به گسترش تبدیل شده است. یکی از معدود روزنهای امید این خاک تشنه رودخانه هیرمند است که امسال این رودخانه به کلی بی‌آب شده. رودخانه هیرمند بین ایران و افغانستان، آقای دکتر کرمی اشاره کردن، مشترک. آخرین قرارداد ایران و افغانستان در این زمینه به سال 1351 برمی‌گردد که حدود 850 هزار متر مکعب آب سالانه را برای ایران در نظر می‌گیرد. هرچند آب مورد نیاز این استان بسیار بیشتر از این رقم برآورد می‌شود، اما خشکسالی دهه‌های اخیر، سدسازی‌ها و برداشت‌های متعدد در خاک افغانستان همین میزان آب را هم از هیرمند دریغ کرده، تا آنجا که امسال این رودخانه به کلی بی آب شده است.
در امتداد بستر خشک این رودخانه دریاچه هامون قرار دارد که هفتمین تالاب جهان است. اما این دریاچه نیز بر اثر کم شدن آب ورودی و برداشت‌های متعدد خشک شده است. خشکی این تالاب نه تنها به زندگی بسیاری از موجودات آبزی منطقه پایان داده، بلکه ادامه زندگی و معاش بسیاری از مردم این سرزمین را هم دشوار کرده است. ببینیم فارغ از اختلافات سر اجرای قراردادهای دو دولت ایران و افغانستان سر برداشت از هیرمند، میخوایم به همین مسئله خشکسالی و نتایجش بپردازیم. اردیبهشت 96 وزیر نیروی دولت تدبیر امید داد که خشکسالی تمام شد چون بارون خیلی اومده. کشور ایران در آستانه پایان دوره خشکسالی، وجود بارانهای پی در پی در روزهای اخیر باعث شده تا وزیر نیرو شرایط آبی کشور را مطلوب ارزیابی کند که دیگر زمان خشکسالی ایران رو به پایان و کشور در مرحله ورود به دوران ترسالی قرار گرفته است. آقای دکتر کرمی، خواهش می‌کنم بفرمایید که باران چقدر تاثیر داره در، یعنی اول حرف این آقای وزیر درسته، خلاصه رک، و چقدر تاثیر داره بارون تو این وضعیتی که هست؟ من در تو در مورد اون صحبتی که آقای وزیر گفته بودن بگم، متاسفانه یک جریانی چند دو سه سال پیش یک گروه بودن از بالا، من نمیخوام، یک پروژه بود توسط وزارت نیرو تعریف شد، یک آدم های خیلی هم با رزومه علمی خیلی قوی مدعی شدند این ماجرا رو که نه ما این خوشسالی موقت، دوباره دوره ترسالی میاد، اینها بیشتر شبیه یک پروپاگاندای تبلیغاتی هم بود که هنوز برای من سواله که چرا یک عده چنین ادعایی کردن. ببینید ما توی هر موضوع علمی یک عده به حال ممکنه منکر باشن، مسلم ترین اصول علمی رو شما اگه برید نگاه کنید کسانی ممکنه باش مخالفت بکنن، اما در عرصه عمومی ما آنچه رو که اجماع علمی هست میپذیریم. اجماع علمی به صورت مطلق، عرض میکنم به صورت مطلق، میگه که اثر گرمایش جهانی تو محدوده کمربند پرفشار جنبهاره دو برابر متوسط جهانیه. یعنی اگر جهان نگران مثلا 2 درجه افزایش دما هست متوسط، ما باید نگران 4 درجه باشیم. کما اینکه همین رو الان میبینیم، یعنی الان تحت تاثیر گرمایش جهانی کره زمین به طور متوسط 1 درجه گرم شده، ولی محدوده خاورمیانه به خصوص مثلا جایی از خاورمیانه، یک قوسی هست که خوزستان مثلا جنوب عراق کویت هست، اونها حدودا 1.5 تا 2 درجه گرمتر شده. به همین خاطر قطعا تغییر اقلیم در بروز وضعیت کنونی مؤثره، اما به هر حال من عدد و رقمش مشخصه، یعنی ما 20% کاهش بارش داشتیم در 20 سال گذشته به طور متوسط، حدوداً 1.5 درجه عرض کردم افزایش دما داشتیم. این افزایش دما هم باعث افزایش تبخیر و تعرق میشه. اما من به صورت مشخص بخوام توی جایی مثل خوزستان بگم، مشکل کم آبی کنونی خوزستان حدود 30% رو میشه به اقلیم، به تغییر اقلیم، به گرمایش جهانی نسبت داد. باز 60 تا 70% ناشی از سوء مدیریت در مصرف منابع آب. آقای دکتر، یک 2 دقیقه فرصت داریم حد اکثر. شما 5 سال پیش در گفتگویی که با هم دیگه داشتیم در همین برنامه، شما فرمودین که ایران به طرف سومالیزاسیون، سومالی شدن داره میره از نظر وضعیت آب و محیط زیست. الان نظرتون چیه؟ بله، اگه خاطرتون باشه اون زمان که من این رو میگفتم که ما مسیرمون به سمت سومالی شدن هست، خود شما هم تعجب کردید، قدری هم واکنش داشتید که نه چرا بدبین نگاه میکنید. ما الان این رو میبینیم، یعنی که شما میبینید یه جایی مثل سیستان و بلوچستان موج مهاجرتی که تمام روستاها دارن ترک میکنن، بالاتر سمنان، خراسان جنوبی، نیمی از روستاهای شرق ایران تو همین چند سال اخیر خالی شدن، کاملا متروک شدن. اینها سومالی شدن همین است. ما الان تنها فرقی که داریم، هنوز پول نفت نمیگذاره که ما اون اثر واقعی این تغییر چشمنداز، این اصطلاحاً این قهقرای سر، این قهقرای سرزمین که من میگم یک توصیف ادیبانه نیست، این دقیقاً یک اصطلاح علمیه، این قهقرای سرزمین که ما دوچاره شدیم فعلا پول نفت نمیذاره. اما این پول نفت چون کافی نیست، روز به روز ما میبینیم که شتابناک مردم ایران دارن فقیرتر میشن. شتابناک این که سیستم جمهوری اسلامی ناچار روز به روز نظامی تر باشه، چون این فقر، این گسترش فقر، شکاف بین حاکمیت و مردم رو داره بیشتر میکنه.
و این شکاف رو میخواد با یک جور میلیتاریسم پر بکنه اون وسط اینها، و این شکاف متاسفانه داره بزرگتر میشه که این همون سومالی شدن است. یعنی ما در زیر پوست جامعه یک جور خشونت نرمی رو بهش پیدا میکنیم. بله آقای دکتر، یک کلمه فقط، آیا این وضع به لحاظ ساختاری درست شدنی هست اگر مدیریت درستی باشه؟ ببینید، همیشه ما به هر حال هر وضعیتی به یک روندی داره به یک سمتی داره میره، و در هر جایی ما به هر حال میتونیم مسیر رو از یک وضعیتی به وضعیت دیگه تغییر بدیم. ما نمیتونیم وضعیت یک زمانی میخواستیم نمیدونم یک رویاها و یک آرمان شهرهایی رو تعریف میکردیم، ما باید بدونیم که الان اون آرمان شهرها برای چشمانداز ایران قابل دستیابی نیست. اما یک کابوس‌های متعددی جلوی ماست، ما میتونیم کابوس‌های بدتر رو مانعش بشیم، لااقل به کابوس‌های خوشخیم‌تری برسیم. شرط رو میشه از خیلی بدتر شدن نجات داد؟ بله قطعا راه داره، راه‌های مدیریتی داره، به شرط اینکه به صورت یک، میگم این ترکیبی است از سیاست، اقتصاد، اجتماع و مطالبه عمومی. دشوار است ولی شدنیه. بسیار سپاسگزارم آقای دکتر ناصر کرمی، استاد دانشگاه و اقلیم شناس در نوربش. بریم پرده آخر، ولی یک توضیح بدم. اون آقایی که داره حرف میزنه علی محمد بشارتی است که وزیر کشور بوده و الان مشاور رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام مقدس است و درباره آقا داره حرف میزنه. آقا هم که خب یعنی خامنه ای. براتون بگم و مردم هم اگر بینندگان عزیز میدونن بدونن، اگر بعضی ها نمیدونن مطلع باشم که آقا یک دوره تندخانی دیدن. بنابراین یک کتاب 300 صفحه‌ای را یه شب بخونم. عجب. و جالبتر از همه این که ایرادش رو میگیرم، حتی غلطهای تایپی. عجب. بله، آقا کتاب را به عنوان زینت نگه نمیدارن. یه دفعه فرمودن یه قفسه بود بالا تو پایین قرآن، گفتن آقای بشارتی همه قرآن رو من خوندم. عجب، شب و روزگار خوش.